سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت هموطنهای عزیز و نازنینم. یه خبر خوب دارم. از 1402 34 ماه دیگه شروع میشه تجارت آزاد با اوراسیا. اتحادیه آزاد اوراسیا 5 کشور: روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستان. این 5 تا یه اتحادیه دارن اسم اوراسیا. این اتحادیه اوراسیا یعنی که اینا میان لیستی رو تهیه میکنن، بر اساس اون لیست توافقاتی میکنن که از همدیگه این موارد رو بخرن، تولیداتشون رو تعرفه هم نمیگیرن، یعنی بهشت دیگه، تعرفه هم نمیگیرن. انگار یه منطقه آزاد تجاریه به این گستردگیه. توی سلسله سیاست‌های بسیار موفق ایران تو بخش بازیگری در حوزه نظم نوین بین قدرت‌های ایران در حوزه روسیه بازیگری کرد. یکی از مواردی که ایجاد شد از طرف روسیه برای ما پیوستن ایران به اتحادیه آزاد اوراسیه است. ما یه چیز رو فراموش نکنیم، برجام عملا از دست رفته. شما تو اوج تحریم‌هایی چه اتفاقی داره میفته؟ اومدی تو یک بازاری از دو سه ماه دیگه 500 قلم کالا اتحادیه آزاد اوراسیا به تو داده، گفته آقا این 500 قلم کالا رو از ما بخری، بهت تعرفه نمیگیریم ازت، بگیر همون قیمت بیا تو کشورت. 390 قلم کالا هم ایران به اوراسیا داده، اتحادیه آزاد اوراسیا. این معناش چیه؟ بهش میپردازیم. شما نگاه کنید، این کشورها یک جمعیت 183.4 میلیون نفری هم، این 5 کشور یک بازار 183.4 میلیون نفری غیر رقابتی در مقابلمونه. یعنی ما هر چی در ایران تولید کنیم تعرفه هم نداریم بهشون، میتونن بیان از ما بخرن ببرن. در اولویته حجم تجارت، حجم تولید ناخالص داخلی این کشورها 2 تریلیون دلاره و تجارت غیر دلاریه، غیر دلاری. شما الان وارد یک بازاری شدی از 2 ماه دیگه که بدون تعرفه واردات میکنی، بدون تعرفه صادرات میکنی، اونم کشوری که تحریمه و این همه ظرفیت تولیدی داره ولی به خاطر تحریم ها خوابیده. مگه ما چقدر صادرات داریم؟ کلن 48 میلیون صادراتمونه، 52 میلیون وارداتمونه. الان تولید کننده خوابیده، الان میشه ظرفیت تولید کننده بیاریم بالا. اما نکته، منظور حرف من چیه؟ بیایید ببینیم مشکل اقتصاد ما چیه. دیدید دلار رفت بالا؟ دلاری که به خاطر نبوده، دلار نبود که افزایش پیدا کرد. یه زمانی هست شما تحریمی نفت نمیتونی بفروشی، دلار نمیاد تو کشورت، کاهش دلار باعث میشه که دلار گرون شه. اون چیزی که باعث شد دلار گرون شه عدم عرضه دلار به بازار نبود. ما دلار داریم، ما امروز داریم بسیار بسیار فوق‌العاده و ویژه نفت و گاز و معدنیات نفتی و مواد پالایشگاهی می‌فروشیم. به زمان شروع برجام ما 2200 نفتی فروختیم، 2,200,000 بشکه، پولش نمیومد. پولی که اون بیرون گیر کرده برای همینه دیگه، بانک‌ها ارسیما نکردن. ترامپ که برجام خارج شد، فروش نفت رو کاهش پیدا کرد. ما رفتیم به سمت سیاست‌های پالایشگاهی. الان 1,200,000 بشکه نفت خام میفروشیم. از اون 2,200,000 بشکه 1,200,000 بشکه شو داریم میفروشیم. به جز اون معدنیات گازی، من تو تحلیل ونزوئلا گفتم معدنیات گازی ما داریم میره به سمت ونزوئلا. آقای اوجی اومد و از این نفتمون به جای که مثل زنگنه بشینه بگه بودجه بدید بریم کشتی بخریم معدنیات رو انبار کنیم، پاشو رفت مشتری جور کرد، همه رو فروخت. الان یکی از درآمدهامون شده همین صادرات معدنیات گازی، بسیار هم استراتژیکه. از طرفی داریم مواد پالایشگاهی هم در سطح گسترده میفروشیم، گاز هم الینجی کردیم، 6 میلیارد دلار هم الینجی گاز فروختیم تو این وضعیت وخیم گاز. ما الان 2,200,000 بشکه نفت، معدنیات گازی، الینجی و مواد پالایشگاهی داریم میفروشیم با یه فرقی. تو برجام هم میسیم، پولش هم داریم میگیریم. خب آقای ندیمی چرا دلار رفت بالا؟ 5,000,000 میلیارد تومان نقدینگی تو بازاره. یعنی چی؟ یعنی باید تولیدتو به اندازه این میزان بزرگ کنی.
یعنی بعد پولی که رها شده به سمت ماشین، دلار هی میره، اینا رو حباب میده میبره بالا، ارزش ریال سقوط میکنه رو ترمیمش کنی. بعد تولیدت بزرگ شه. گفتم دو تا پالایشگاه داریم میسازیم ظرف 420 میلیارد دلار اونجا میره. اما یه نکته ویژه، جنگ روسیه و اوکراین باعث شده روسیه 500 میلیارد دلار وارداتش قطع بشه. هر چی بگی بازار در اختیارت گذاشته. تو از ظرفیت تولید تو بری بالا. مواد شوینده، میوه، سبزیجات، هر چی که توربین، هر چی که میتونی تولید کنی میخواد. یک بازار بزرگه. حالا اتحادیه آزاد اوراسیا هم اومده بدون تعرفه 500 قلم داره به تو کالا میده، 390 قلم هم تو بهش میدی بدون تعرفه. تازه این 390 قلم مواد پالایشگاه پتروشیمیایی هم نیست، تولیدیه. میدونی چه معنایی داره؟ معناش اینه که ما قدم درست داریم برمیداریم، داریم میریم به مسیر درست. این اقتصاده داره بزرگ میشه. برجام هم امضا نشده، غیر دلاری. تولید کننده حالا با بازارهای روبروه، پوانهایی داره میگیره و پولش هم میتونه برگردونه. یک بازار 183 میلیونی 390 قلم کالای غیر پالایشگاهی که خب صادرات و پالایشگاه تولیدات داخل که نی، اونا رو میخواییم بدیم. این نکته بسیار مهمیه. وقتی ما این تولید رو افزایش بدیم، اشتغال افزایش پیدا میکنه، مهاجرت به پایتخت ها کاهش پیدا میکنه، از طرف پول و نقدینگی از بازار که میتونه ریال به دلار رو هی فاصلش رو بیشتر کنه و این پول به جایی که به سمت تولید به سمت دلال بازی بره رو جمع میکنه، وزن ایران رو در این مناطق به شدت از بود امنیت سیاسی بالا میبره و اثر تحریم ها رو کاملا معکوس میکنه. این میگن بازی درست. اونایی که میگفتن ایران چرا رفت تو جنگ روسیه، خوب کاری کرد رفت. ایران باید بازیگر اصلی باشه. ایران ها، داریم راجع به ایران صحبت میکنیم. حالا اتحادیه آزاد اوراسیا از بعد از فروردین 1402 شروع میشه. ماشین میاد، کالاهایی که اونا دارن، این کالا بدون تعرفه میاد، گمرکی دیگه نمیخوره. 300% ماشین میاد گمرکی بخوره. یعنی وضعیت قیمت ها در داخل هم بسیار باثبات میشه. حالا ارزش ریال به دلار سقوط کرده، عوضش یک جای جذاب برای ورود کالا از ایران به اونهاست. قیمت مناسب میفته براشون. تولید کننده بسم الله، به جایی که پولاتون رو بردارید ببرید کانادا، ترکیه که بره اونجا افتم بکنه، میدونید دیگه الان مثلا یکی به استرالیا جوری برنامه ریزی میکنن برای پول شما که میخواید به شروطی میذارن که عملا 250,000 دلار ماهی از پولت میره توی یک فضای معمولی. یعنی شما وقتی میری کانادا سرمایه افتیم ولی سود آنچانی نداری که، شرایط برای تو پوانی در نظر نمیگیره که. سرمایه گذار به جایی که بره ترکیه، به جایی که بره به کانادا، بیا تو همین ایران عزیز. الان دریچه ها باز شده، الان کاملا شرایط داره فوق‌العاده میشه، مسیر درسته. همین دولت که آقای رئیسی هست تو این دیه سال اندی 30 و اندی میلیارد دلار با همین قرارداد 2 میلیارد، 3 میلیارد، 1 میلیارد دلاری قرارداد بسته. اثراتش دیده خواهد شد. زمان بدید. ارزپاشی بسیار گسترده بوده تو ایران. سیاست اشتباه دولت قبل، نمیخوام بگم همه چیز بندازم سر دولت قبل، ولی سیاست اشتباه رسونده به اینجا. ما یه تصمیم اشتباهی گرفتیم. حالا شاید هم بگم بدشانسی بود و هرچی. امروز نقدینگی سطح جامعه باید با بزرگ شدن اقتصاد بره. آیا نظم سلطه میاد با تو ببنده؟ آمریکا با ما نخواهد بس. بهتون بگم دوستان، برجام هم اقتصاد ما درست نمیکنه چون پولی بر نمیگرده. این مسیری که داریم میریم درسته. هم ابزار قدرت، هم پوانگیری، هم داریم به بازارهای اقتصادی غیر دلاری غیر رقابتی میپیوندیم. شانگهای پیوستیم، بریکس هم در آینده به زودی راه میفته. حالا منطقه اتحادیه آزاد اوراسیا هم گرفتیم. و الان تولید کننده اگه باهوش باشه میدونه که باید یه مطالعه کوچک بکنه تو این 5 تا کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس، ارمنستان چیا نیاز دارن. تعرفه هم نداره. این باعث میشه که سرعت انتقال کالا رو هم ایران مجبور بالا ببره. میزان قوانین و تعرفه ها و قانون، ما 50,000 تا 70,000 تا قانون داریم، اینا باید جمع شه بشه 2,000 تا 3,000 تا. داره این اتفاق میفته. فوق العاده است. شما میتونی الان با یک سرچ، با یک تحقیق بسیار خوب بری به سمت میزانی از سرمایه گذاری در بخشی که میدونید
مورد نیاز این کشورها هست. یه سرچ کنید این کشورها چیا وارد میکنن، تو ایران چیا تولید میشه، این ظرفیت دخلیاتون رو بدون تعرفه صادرات بکنید، فعال بکنید. این محور بسیار بسیار خوبیه. اینها باعث میشه که ارزش ریال به دلار کاهش پیدا نکنه، تولید شکل بگیره، اشتغال افزایش پیدا کنه. این مسیر مسیر درسته و اینا داره اتفاق میفته. میگفتم یکی دو سال سخت داریم، بعدش قدمات قطاره تو ریله، قطاره تو مسیره. تصمیماتی که این دولت داره میگیره کاری حتما ضعف داره تو بعضی جا، ولی کاری به صحبت های اینا نداشته باشه که آقای رئیس اینجوریه، کابینه اصلا اینطوری نیست. کلان تصمیماتی که در حوزه ونزوئلا گرفته شد، تو حوزه گاز گرفته شد، تو حوزه نفت گرفته شد، فروش اینها و ایجاد سازوکارهایی که پول آزادی که توی بازار ما هست دست بانک ها و هلدینگ ها مردم بری به سمت تولید، قراردادهای غیر دلاری که داره بسته میشه، سویفت هایی که داره باز میشه، اینا کی بوده تو ایران؟ اتفاقایی که الان داره میفته. ظرفیت ها بسیار بسیار عالیه. ما اگه باهوش باشیم و به خصوص تجار ما اگه باهوش باشن، سریعا شروع میکنن به تحقیق. ما میسر موارد رو نیاز داریم. به طور مثال شما، من یه مثال بذارم، کاخونه کاله. من از یه عزیزی که تو این حوزه کار کرده میگفت انقدر خوب اومد توی روسیه بازارسازی کرد، قوانین روسیه رو اومد مطالعه کرد، بر اساس قوانین روسیه کالاشو داد. ما باید بیایم قوانین این کشورها رو بررسی کنیم، ورودی کالا رو با استانداردهای اونا هماهنگ کنیم. خیلی مهمه کالاها رو به زبانهای قرقیزی، قزاقی، بلاروسی، ارمنی تولید کنیم پکشو، و دولت باید یک کارگروهی ایجاد کنه، آموزش بده به تولید کننده اینها رو، جذاب باشه کالا. این شرط بسیار عالی، اینا افقهای بسیار روشنیه. داریم درست حرکت میکنیم، زمان میبره ولی مسیر درسته. من محمد ندیمی میتونم بیام اینجا بشینم بگم آقا این توافقات انجام شده ها، این حجم تجارت رو دست کم نگیرید ها، همین 5 تا کشور 2 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارن ها، 183 میلیون جمعیتشون ها، یک بازار 700 میلیارد دلاری ها، 700 میلیارد دلار عزیزان، کل صادرات ما 48 میلیارد دلاره. تو بیا این ظرفیت رو به 100 میلیارد دلار جا داری، غیر دلاریه، کالا دادی، لیست دادی، 390 قلم تعرفه هم نمیدی، از خداشونه بخرن، بهشون پوان دادی و پوان گرفتی از 500 قلم، قیمت ها در داخل تنظیم میشه، تولید کننده نفس میکشه. حالا میتونه بیاد بر اساس تجارتی که داره میکنه به کارگرش برسه، بیمه کنه، مزایا بده، افق بچینه، میگه این میزان سرمایه رو اضافه کنم، کارخونه بغل کارخونم بذارم، کیفیت کالام ببرم بالا، استانداردام رو با این بازار هماهنگ کنم. این فضایی که داره شکل میگیره و امیدوارم این رسانه ملی ما بگم خدا چیکارش کنه، بیاد ما رو بگه چه خبره، این پمپاژ اخبار ناامید کننده مردم افسرده کردن. یه مقدار صحبت کنید، یه مقدار جذاب بیاد بشین این موارد بگید، حیفه. حالا من تحلیل ونزوئلا اشاره میکنم، ونزوئلا که با آمریکا بس، در واقع آمریکا پوانی بود که داره به ایران میده، بهش هم خواهم بعد اونها هم وارد میشم بهتون میگم. من بسیار بسیار خوشبینم. بله یکی دو سال سخت داریم، این اقتصاد بعد درست شه، راهش هم که این تولید بعد بزرگ شه، اقتصاد ما به اندازه این ارزپاشی که صورت گرفته بزرگ شه، اینجوری بزرگ میشه. تو برجام هم نیستیم ما آقایونه، برجام دوست تو برجام هم نیستیم ما، همون برجامی که 2,200,000 بشکه نفت میفروخته پولش نمیومد، تحریم هم هستیم ما، همه جوره دارن میزنن. اما چه اتفاقی داره میفته؟ 2,200,000 بشکه نفت، میانات گازی، الینجی و مواد پالشگاهی فروختیم، پولش هم گرفتیم. تو اقتصادمون هم بزرگ میکنیم، این سقوط ریال به دلار هم درست میشه. مسیر مسیر درسته، مسیر بلوک شرقیه و شما یکی از قطبا هستید. اینا شعار نیست، این توافقات انجام شده، این توافقات انجام شده، تازه غیر پالایشگاهیه. شما الان میتونی وارد یک بازاری بشی، الان ما فکر کنم 2.5 میلیارد دلار بود، بعد از این داستانای روسیه اوکراین رسید بالای 5 میلیارد دلار حجم تجارتون با اینا. دو سال دیگه چقدر میشه؟ تو الان شما تصور کن، مثلا من بررسی میکردم کارخونه تایت پودر ماشین لباس شوی اینا با 60% ظرفیتش کار میکرد، داخل رو میداد یه مقدارم صادرات میکرد، چون ما تحریمیم دیگه. الان روسیه و این کشورها به شدت نیازمند مواد شوینده،
یعنی این کارخونه دار الان میتونه ظرفیت تولیدش از 60 بیاره رو 100، وقتی میاره رو 100 40% کارگر بیشتر میگیره، سود بیشتر داره، مزایا به کارمندش میده، امنیت داره، اگه پولی جاهایی داره میاره تو ایران دو تا کارخونه بغلش میزنه. اینطوری کشور سرپا میشه و الان تو این مسیری. امیدوارم این یکی دو سال هم ما بتونیم مدیریت کنیم، همینطور قدم های درست برداریم. افقهای بسیار بسیار خوبیه. شما امروز با غربی روبرو هستید که تحریمت کرده، اما شما یه سری گزینه های واقعی جلوی پاته، کاملا واقعی، که اصلا تحریم های آمریکا روش بی اثره. چی میخوای دیگه؟ رسوندیش به اینجا، حالا باید مطلوبش استفاده کنی و بیا تو سفره مردم. امیدوارم رسانه ما بیاد، مسئولین ما بیان اینا رو دونه دونه توضیح بدن و مردم بگن تو چه فضای تولیدی کار کنید، چه برندهای نیازه، آموزش ها داده بشه به تولید کننده، نوع بسته‌بندی، زبان اونا، استانداردهای اونا گفته بشه، برندینگ و بازاریابی رو شروع کنن. و باز اشاره میکنم 183 میلیون جمعیت این نقاطه، بیش از 2 تریلیون دلار حجم تولید ناخالص داخلی این کشورهاست و این کشورها هم تعرفه از 390 قلم کالای شما تعرفه نمیگیرن، از خوداش وارد کنن. همینطور که شما 500 قلم از اونا تعرفه نذاشتن برای تو، این تولید کننده کاملا توی یک بازار جذاب برای اوناست. الان تولید کننده ما بسیار برای اونا جذابن. این باعث میشه که در سالهای پیش رو هی این گسترده شه، هی گسترده شه. سود زیادی داره، دو طرفه است. تولید کننده توی ظرفیت تولید میبره بالا، اون بیشتر نیازش از تو تهیه میکنه، همینطور معکوس و این هی رشد میده. یه دهکده کوچیکه و میتونه هی بزرگ شه. خبر خوبی بود، دلم میخواست این رو راجبش صحبت کنم. بعد عید شروع میشه و خیلی ها اگر زرنگ باشن تو فضا اقتصادی کار میکنن کمی سرچ میکنن، یه ذره خودتون زحمت بکشید و یعنی من مجبورم اینا رو انجام بدم براتون، حتما هم انجام میدم با افتخار. بهتون میگم که آقا تو چه ظرفیت های اونا چیا وارد میکنن. این الزام آوره ها، این کالا وقتی تو این 5-6 تا کشور هست عدد هم بخرن، اگه نبود کشور سالس. شما باید ببینید تو چه حوزه‌ای اینا واردات دارن، استانداردهاشون چیه، تو اون زمینه کار کنی. بعد از عیدم شروع میشه، بری در واقع متصل بشی تو اتاقهای بازرگانیشون، مشترک دارن، یک تیم تخصصی قرار میگیره و بازاریابی صورت میگیره، بری کالاها رو عرضه کنی، غیر دلاری سویفتش هم باز میشه، پولش هم گرفته میشه و عملا سازوکارهای خودش رو داره که خیلی سودآوره، تضمینه بسیار بالایی داره و شرط بسیار ایده‌آلیه. امیدوارم از فکر پول بردن به ترکیه و کانادا اینا خارج بشید. حیف ایران عزیزمون نیست با همه مشکلات، این همه قرن، 2-3 قرن ما توی مسیر سقوط و فلاکت بودیم، فلاکت بودیم، الان داریم رشد میکنیم. اینجا یه عرق ملی میخواد، یه مقدار نگاهو ببریم به سمت ایران، عرق ملی بیشتر، یه مقدار چشم رو به بعضی از مشکلات ببندیم، درست میشه، درست میشه. اینا کشور سازوکارش داره برمیگرده مسیر خودش، ما خوب بازی کردیم و الان داره برمیگرده به سمت فضای اقتصادی و بهره داریم میگیریم از بازی خوبمون، حالا منافع داریم میبریم. قبلا به خدا اینطوری نبود، ایران تو آسیای میانه تهدید بود، اصلا ایران راه میدادن، الان این شکل نیست. الان شما متصور باشید اون فضایی که همه دست به دست هم بدیم چقدر میتونه تو این 2-3 سال اثرات بسیار مطلوبی داشته باشه. آرزوی بهترین ها رو برای مردم کشورم دارم، اتفاقات خوب یک به یک خواهد رسید، من این رو به شما وعده میدم. من بسیار خوشبین هستم و چون میبینم که این قطار تو مسیر درستی و خوب داریم بازی میکنیم. اگه بد بازی کنیم میگم آقا اینجا داریم اشتباه میریم، این مسیر انتهاش اینه، ولی خوبه، این مسیر خوبه. همیشه گفتم 2 سال آینده اثراتش دیگه آنونو دیده میشه، ولی سرعت بسیار خوب میگیریم به سمت بالا. ممنون همراه بودید. پاینده ایران، همیشه ایران برای ایران.